این یکی از قطعه‌های آوازدهی در ناحیه شاهمنصوری پایتخت است. مسئولین به انتخابات پریزیدنتی در اکثر حوزه و اوچاسکه‌های رایدهی با نگاه داشته قایده‌های بهداشتی آمودگی میگرند تا صحتی ساکنان حفظ شود. تمام ورشوانده‌ها پیش از همه با تمام واسطه‌های محافظتی و واسطه‌های و محلول‌های آنتی‌سپتیکی اول دستای آنها را آنتی‌سپتیک وای کرده با اوچاسک انتخاباتی ورید میگردند. 11 اکتبر در تاجیکستان انتخابات پریزیدنتی برای اولین بار در شرایط پاندمیای کووید 19 برگزار می شود. کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی می گوید معرکه انتخاباتی در عهد کروناویروس در کشورهای دیگر تجربه شده است و تاجیکستان نیز این کار را با رعایت قواعد بهداشتی انجام داده می تواند. مسئولین قطعه‌های رایدهی میگویند هر ساکنی که وارد اوچاسکه‌های انتخاباتی میشود باید در برابر داشتن شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیت حتما نقاب طبی داشته باشد و فاصله اجتماعی را رعایت کند. که هنگام دعوتنامه خبرنامه ها را تقسیم نمودن به هر یک خانواده آگاه نماییم تا با نقاب به منزل انتخاباتی تشریف بیارند و پیش از همه سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست. در تاجیکستان حدود 5 میلیون نفر حق آوازدهی دارند. تحلیلگران میگویند در صورت شرکت نصفی از آنها در انتخابات خطری وسیع پنهان شدن بیماری وجود دارد. متخصصان سازمان جهانی بهداشت مشورت دادند که نظارت قواعد بهداشتی در این معرکه سر آدم جدی گرفته شود. این نهاد بین المللی از جمله گفته است انتخابات که معرکه سر آدم است میتواند سبب پنهان شوی فوق العاده بیماری گردد. برای همین تمام نهادها از جمله وزارت تندرستی، جامعه شهروندی و خود ساکنان باید احتیاط کار باشند. تا امروز در تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر با کووید 19 گرفتار شده، با گفته مقامات از این بیماری 73 نفر فوتیدند. هرچند در کشور قرنطینه جاری نگردید، ولی مقامات برای کاهش گرفتاران کووید 19 مجازات تعیین کرد. تا حال برای نداشتن نقاب بیش از 2500 نفر جریمه شدند.